من همچین لباس زیری ندارم. ندارین؟ نه، یادم نمیاد خریده باشم. یادتون نمیاد که اینو خریدین آقا مراد؟ نه. چی شده عشقم؟ من همچین لباس زیری داشتم آیلین. این مال داداش منه، تو اصلا همچین رنگی نمی پوشی عشقم. آیلین، خب عزیز دلم، دارم میگم این مال سارپ دیگه، تو اینو بردار بذار سر جاش، سارپ اومد بهش میدم. بیا بغل من دخترم، بابا داره دیرش میشه، بیا بابا رو بدرقه کنیم. بیا عشقم. اینم بگیر. راستی مدینه، اگه دوباره همچین اتفاقی افتاد جدا بشورش، لباس زیر دیگه. چشم آقا مراد. من به کسی که داره نونمو میده دروغ گفتم. اینجام سنگین شده، داره خفم میکنه. خب پیش میاد دیگه، آدم بعضی وقتا مجبور میشه سر کار دروغ بگه. مگه چی کار کردی؟ نمیتونم بگم، اگه بگم یه گناه دیگه هم کردم. منو ببین مدینه، تو با رئیست رابطه داشتی؟ این چه حرفیه؟ من همچین آدمیم؟ وای از دست تو. خب تو هم هی میگی گناه کردم، چیزی دیگه به ذهنش نمیرسه. خب گفت گناه کردم. این گناه نیست. چه گناهیه؟ وای وای، تو احمقی دختر. به شوهره میگفتی زنه رو بیرون میکرد، تو هم راحت میشدی. به شوهره میگفتم، من نتونستم بگم این لباس زیر شما نیست. چی داری میگی؟ وای خدا، لباس زیرش هم اونجا بود. لباس زیر از کجا در اومد؟ راست میگه، لباس ها بود دیگه. آره، یعنی بدون لباس زیر رفت چه رو خدا بیا بریم. بیا ببینم اونو کجا دیدی. دختر آروم تر حرف بزنی. افسردگی داشت؟ دوست تو میگم، افسردگی داشت؟ ما افسردگی نداشت. آره نداشت. ما افسرده بود میفهمیدم، یعنی دوست آدم متوجه میشه احمد. آره متوجه میشه. پس چرا من متوجه نشدم؟ خب بعضی وقتا مشخص نمیشه ایلگل، یعنی لازم نیست اینقدر خودتو اذیت کنی. میگم سوگل ایلگل و پسر صابخونه با هم چیزن؟